مرکز جهان ما در منظومه شمسی وارد فصل جدیدی می شود. با اینکه از زمین خورشید پایدار و ثابت به نظر می رسد، اما در حقیقت بیشتر از آنچه که فکرش را کنیم متغیر است. اوج فعالیت جدیدترین چرخی خورشیدی در راه است و انتظار می رود بر خطوط هواپیمایی، ارتباطات ماهواری و امواج رادیویی و مغناطیسی زمین تأثیر بگذارد. وقتی از اقلیم فضایی می گوییم، منظور تششعات و میدانهای مغناطیسی خورشید است. هر یازده سال یک بار تغییراتی در میدانهای مغناطیسی خورشید ایجاد شده و در پی این دگرگونی ها قطبهای مغناطیسی این ستاره جابجا میشوند. هنوز مشخص نیست چه عاملی این چرخه ها را ایجاد می کند؟ محققان با بررسی تغییرات جوی خورشید زمان ورود به چرخه های جدید را تخمین میزنند. همونطور که زمین فصل های متفاوتی داره خورشید هم فصل عوض میکنه. از گذشته بشر با نگاه کردن به خورشید متوجه وجود لک های روی اون شد از وقتی که با تلسکوپ این لکه ها رو رسد کردیم و اندازه گرفتیم متوجه شدیم که توی چرخه 11 ساله این لکه ها کم و زیاد میشن حالا میدونیم که این کم و زیاد شدن لکه ها نشونه میزان فعالیت های خورشیدیه در اوج هر دوره 11 ساله از چرخه خورشیدی شراره های خورشیدی بیشتر می شود شراره ها انفجارهایی در اتمسفر خورشید است که انرژی مغناطیسی آن را آزاد می کند. افزایش این انرژی می تواند باعث اختلال و قطع ارتباطات رادیویی، رادارها، فرکانس ها و مشکلاتی برای فضانوردان بشود. از آنجا که زندگی بشر هر روز پیش از قبل به فناوری های الکتریکی وابسته می شود، زیر نظر داشتن اقلیم فضایی اهمیت ویژه‌ای دارد. این اقلیم می تواند غیر مستقیم بر زندگی روی زمین تأثیر بگذارد. به همین دلیل محققان برای مقابله با مشکلات احتمالی چرخی جدید خورشیدی آماده می شوند. این میتونه در یون کره زمین که از ورود اشعه های خطرناک خورشید جلوگیری میکنه هم اختلال ایجاد کنه. در نتیجه جی پی که ما روی گوشی هامون استفاده میکنیم مشکل پیدا میکنه. GPS تو کشاورزی، نظارت، حفاری و تو خطوط هوایی هم استفاده میشه. وقتی این اشعه ها وارد زمین بشن، داخل زمین هم امواجی تولید میکنن که میتونه لوله کشی و توزیع نیروی برق زیرزمینی هم مختل کنه. به خاطر همین ما نگرانیم و ورود به چرخه خورشیدی رو زیر نظر داریم. محققان احتمال دهند که اوج چرخه جدید پنج سال دیگر اتفاق میافتد. حالا که فعالیت های مغناطیسی این ستاره در کمترین میزان خود قرار گرفته، فرصت خوبی برای برنامه ریزی و آماده سازی است. علاوه بر تحقیقات و نظارت بر فعالیت های خورشیدی، محققان برای مقابله با تغییرات مورد انتظار در سالهای پیش رو، اقلیم فضایی را در اولویت سازمان های مدیریت بحران سراسر جهان قرار دادند.